مسافر پنهانی کشتی اولیس نویسنده آنا ماریا ماتوته راوی شیرین سپهراد شب که شد هر سه هر طبق عادت در پنجره ها رو قفل کردند از نسل ها قبل هر شب همین کارو میکردن تا مبادا دزدی بیاد هرچند هیچ هم سر و کله دزدی پیدا نشده بود خواهرها پشت میز شام نشستن اولین لغمه که برداشتن در زدن یادم رفت بگم این سه خواهر اسمم داشتن چرا به اسم خودشون صداشون نکنم درست اسمشون کمی طولانیه ولی خلاصش میکنم سخت نشه دختر بزرگ اتل بود چهل و هفت ساله و عاشق تاریخ اونقدر که آدمای دور و بر ای براش جذاب نبودن خواهر وسطی لئو بود چهل ساله و احساساتی عالی پیانو میزد. نوجوان که بود خیال میکرد با مرد بور و خوش قیافه عروسی میکنه. اما هیچ وقت از کسی خوشش نیومد. آشپزی و شیر پزیش حرف نداشت. عاشق گل و گیا هم بود. کلی شمدونی و داوودی و گل سرخ تو باغچه کاشته بود. مانو و دختر کوچیک خانواده بود. اداره زمین های کشاورزی سه خواهر با مانو بود. از صبح تا غروب سوار اسب میشد و به همه جا سرکشی میکرد. مانو غرق کار بود. سالها پیش مردی تو مزرعه ازش خواستگاری کرده بود. مانو حواسش به درو بود. گفت سر شلوغه بره پاییز یا زمستون بیاد. بعد سالها یادش افتاد جواب مرد بینوا نداده. رفت ازش عذرخواهی کنه اما دیر شده بود. مرد زن و سه تا بچه داشت. تقدیر را اینطور رقم خورده بود که ازدواج نکنند. ولی احساس تنهایی نمی کردن. چیزای زیادی برای زندگی داشتند. باغ و تاکستان سرسبز، نهر آب روان، جنگل اسرارآمیز پشت خونه و مزرعه پهناور. از مجرد دور نشیم. خواهرا میخواستن شام بخورن که در زدن. سابقه نداشت کسی سر شب موقع شام در خونشونو بزنه. پیش خدمت کلیدارو اوورد. آشپزم با فانوس کنار در ایستاد. اتل تفنگ کهنه قدیمیشون رو برداشت و آماده کرد. شش بار کلید و توی قفل چرخوندن. بعدم کلون پشت در رو برداشتن. وقتی در رو باز کردن، کسی پشت در نبود. در عوض نسیم خونک و صدای جیر جیرک اومد تو خونه. همه متعجب به هم نگاه کردند. یهو یه پیشخدمت پایین در رو نشون داد. سبد بزرگی پشت در رو زمین بود. معلوم نبود تو سبد چیه چون سرپوش داشت پیشخدمت گفت شاید روستا یا برا و هدیه اووردن پیشخدمت سبد و برداشت و گذاشت رو میز تا سرپوش سبد و برداشت چشاشون گرد شد جای اصل و نون مربا بچه به زیبایی ماه تو سبد خوابیده بود بچه توپل بود و انگشتشو به دهن گرفته بود بچه را در آوردن و دست به دست گردوندن. نوازشش کردن و بوسیدنش. پیش خدمت رفت اطراف خونه را بگرده شاید ردی از صاحب بچه پیدا کنه. خواهرها هم با بطری و انگشتونه یک لاستیکی برای بچه شیشه شیر درست کردن. شیر و جوشوندن و ریختن تو شیشه شیر. پیش خدمت برگشت. اطراف خونه را خوب گشته بود. پرنده پر نمیزد. خبر خوبی بود. دخترها خوشحال شدند. موقع خواب اتل زوغ زده بچه را برد تو اتاقش. ساعتی نگذشته بود که بچه بیدار شد. نگاهی به اطراف انداخت. همه جا و همه چیز براش ناآشنا بود. زد زیر گریه. صدای گریهش گوش و کر می کرد. هرچی اتل زور زد بچه آروم نشد. برش داشت و برد اتاق لئو. لئو براش آواز خوند و تکونش داد. بچه زول زد به چشای لئو و آروم خوابش برد. ولی ساعتی بعد دوباره زد زیر گریه. لعوی بیچاره هرچی فوتوفن بلد بود پیاده کرد ولی بچه آروم نمیشد. بچه رو سپرد به مانو. مانو بچه رو سوار اسب خیالی کرد. بچه هم گیت شده بود هم خوشحال. بالاخره مانو خسته شد و وایساد. بچه جای خوابیدن بدتر از قبل زد زیر گریه. دلش اسب سواری میخواست. سه خواهر دوروبر بچه رو گرفتند. هر کاری بلد بودن کردن تا بخوابه اما مگه خوابش می بود؟ خورشید که در اومد بچه انگشتش گذاشت و دهنش و چشماش بست خواهرا هم با چشمای پف کرده و رنگ و روی زرد به هم نگاه کردن از زور خستگی همونجا افتادن و بیهوش شدن ظهر سوار دروشکشون شدن و رفتن پیش شهردار شهردار از زور بیکاری باخچش آب میداد خواهرا رو که دید رفت و دفترش هر سه خواهر بدون مقدمه گفتن بچه پیدا کردن که صاحب نداره. شهردار متعجب نگاشون کرد. دختر شهردار که تو اتاق پدرش مشغول بازی بود گفت بچه کلیاست خودم دیروز غروب دیدم از اینجا رفتن. شهردار گفت چطور من ندیدم؟ شهردار و خواهرها از همه مردم دهکده پرسجو کردند. کسی کولی ندیده بود ولی دختر شهردار اصرار داشت کولیا رو دیده از جیبش تیکه پارچه رنگین کمونی در آورد و گفت ماله کولیاست، بسته بودن به سیم خاردارا خواهرها مطمئن شدن قضیه کولیا درسته تیکه پارچه هم شکل لباس بچه بود اتل گفت درسته از جنس لباس بچمونه کلمه بچمون شهردار رو تکون داد اگه کلیا پیداشون نمیشد بچه مال دخترا بود. شهردار ادهی رو فرستاد بیرون شهر دنبال کلیا بگردن. سوارا از چند طرف بیرون شهر را جاد درگشتن. شب خسته و داغون دست از پا برگشتند. برگشتن. اثری از کلیا ندیده بودن. از طرفی خواهرا برای بچه لباس و شال و کلاه تهیه کردند. بردنش هموم و مثل برف تمیزش کردند. بچه عین ماه شد با چشمای درشت قشنگش به خواهرا نگاه می کرد. شب دوم بچه آروم و راحت خوابید. دیگه غریبی نمیکرد. شاید حس کرده بود خونواده جدیدی پیدا کرده. جستجو برای پیدا کردن رد کلی ها بی مون. دیگه همه پذیرفتند بچه مال خواهراست اتل با غرور گفت ازش تاریختان بزرگی می سازم. لئو گفت مثل شاهزاده ها میشه زیبا و هنرمند مانو اخم کرد و گفت کور خوندین باید کشاورز نمونه شه خودم تربیتش میکنم نوبت انتخاب اسم بود اتل اسم تاریخی مارکو انتخاب کرد لئو گفت اسمشو بذارن امه یعنی عزیز مانو هم مانوئل رو انتخاب کرد مانوئل اسم پدر و پدر بزرگ دخترها بود دختر شهردار گفت اسمش جو اسم رسمی پسر شد مارک ممانوه. زیر نظر خال اتل باسواد شده بود. تاریخ روم باستان و شخصیت های تاریخی رو خوب می دونست. خوب می خوند و خوبم می نوشت. خاله هم تو تربیت جوجو سنگ تموم گذاشته بود. جوجو رو ظریف آدابدان با احساس و هنرمند بارورده بود. طبع جوجو اما در برابر درس های خاله مقاومت کرده بود. ولی دست کم دو چیز خوب یاد گرفته بود. اولیش موسیقی بود. جوجو عاشق نواختن بود. گیتار و پیانو رو با احساس می نواخت. پچه عجیب و توداری بود. موسیقی بهش کمک می کرد بره تو خلوت خودش. دومین اثر تربیت خالله لئو خیال پروری بود. جوجو عاشق فرار به سرزمین های دوردست بود. دلش می خواست بره جزیره های دور و اسرارآمیز. گاهی میرفت گوشه پرت و تاریک باغ میرفت تو بحر ماجراهای مرموز و کشورای ناشناس خودش و قهرمان حوادث و ماجراها میدید بیشتر افکار قهرمانانه رو از کتابها و مجله ها یاد میگرفت مجلات و خالل او دور از چشم خاله اتل بهش میداد خاله اتل از خیال و قصه متنفر بود جوجو خودش رو شوالیه نقابدار تصور میکرد میزد به دل حوادث و قصه های تازه می بافت. تو خیالش میدید رفته سرزمین های دور. تو خیال بعد سالها برمیگشت می گشت خونه. موی خاله ها مثل برف سفید شده بود و دلتنگش بودن. تأثیر اصلی رو خال مانو روی زندگی جوجو گذاشت. جوجوی آرمانی خال مانو نباید خیال باف و بازی گوش بار می اومد. باید دانشمندی با اراده و پوز کلفت می شد. باید روی پای خودش وامیستاد. برای همین از همون نه سالگی وادارش کرد کار کنه. میخواست بهش یاد بده برای غذایی که میخوره زحمت بکشه. جوجو از صبح میرفت مزرعه و تا غروب کار میکرد. غروب برمیگشت خونه. خسته و خوابالود شام میخورد. از سر میز شام میرفت تو تخت خواب. تا صبح روز بعد یه قلت نمیخورد. شبا خواهرا می اومدن بالای سرش سیر نگاش میکردند لحاف و متکاش و مرتب میکردند بعد از نوازشی طولانی با چند تا بوسه تنهاش میذاشتن جوجو هر روز صبح با صدای زنگ ساعت بیدار میشد دوست داشت ساعت و بکوبه به دیوار و تیکه تیکش کنه ولی نعره خالمانو مجبورش میکرد تخت خواب و رها کنه و بره زیر دوش جوجو عادت داشت و هموم آواز بخونه هموم خونه شکل عجیبی داشت. وقتی می رفتی تو، انگار وارد قار شدی. وان هموم فلزی بود. بلند بود و جوجو خیلی سخت داخلش می رفت. سرشیرای دوش و لوله ها شکل اجده ها و شیر بودن. چشم اجده ها انگار واقعی بود. جوجو می ترسید به چشماش نگاه کنه. اگه فریادای خشمگین خالمانو نبود، جوجو تا زور تو وان دراز میکشید. ولی خاله مانو علاوه بر فریاد با مشت میکوبید به در. جوجو هل هلکی خودشو خوش میکرد و میدوید بیرون. لباسای جوجو ساده بودن. تابستونا شلوار ساده و پیرهن آبی می پوشید، شلوار پشمی و جاکت یقه بسته. جوجو چهره آفتاب سوخته ای داشت، دسته و پاهاش بلند بود، از سن خودش بزرگتر نشون میداد. موهای سیاهش مثل یال مادیان برق میزد. سه ماه یه بار سلمونی می اومد و موهاش اصلاح می کرد. جوجو از اصلاح متنفر بود. تا مرد سلمونی پیداش می شد, پا می زاش به فرار. پسرک نه خیلی باهوش بود، نه خیلی زیبا و نه خیلی قوی. ولی به نظر خالقاش جوجو بهترین زیباترین و قویترین پسر بچه دنیا بود. جوجو هم خاله هاشو دوست داشت ولی دلیل نمیشد ذهنش پی دریاها و سرزمینای دور نباشه دلیلش هم کتابخونه بزرگ اجدادی بود کتابخونه پر کتابهایی از سفرای دریایی و کشورهای عجیب بود جوجو دریا رو ندیده بود ولی ندیده عاشقش بود وقتی صدای ساز خالل او رو میشنید ذهنش پرواز میکرد سمت سواحل اقیانوسا حس می کرد گالیور یا سندباد دریا نورد شده. جوجو برای خیال بافیاش وقت کمی داشت. بیشتر وقتش به کار کردن می گذشت. باید بغل بغل هیزوم و چوب جمع می کرد. نمی دونست کوهی از هیزوم و می خواد چی کار. بعد نوبت کارای سر زمین بود. خال مانو سوار اسب می شد و بهش دستور میداد. داد. جوجو هم پیاده دستورا رو اجرا می کرد. کار زیاد بودن. از پاشیدن بذر و آبیاری گرفته تا چیدن علوفه. جوجو دوست همسن و سال نداشت. رفیقاش کارگرای روزموز بودن. کارگران کم حرف بودن و سرشون تو زندگی خودشون بود. وقتی برای رفاقت نداشتن. بعد از کارای مزرعه نوبت نظافت خونه بود. بعد از نظافت نوبت درس بود. درسها تا وقت شام ادامه داشتند. وقتی خاله لئو زنگ شامو میزد جوجو نفس راحتی میکشید سفره شام رنگی و اشتها آور بود هر شب هم مجون مخصوصی به جوجو میدادند شیرنی مغز بادومی، سیب خامدار، دلمه سبز، گلابی با خامه لیمو، شیرنی پرتغالی و نون شکلاتی. جوجو عاشق باغچه خاله او بود. تو باغچه دوستای خوبی پیدا کرده بود. ملخهای سبز، سوسکای براغ، کفش دوزکای خالدار و مارمولکا. گاهی وقتا کنار خال لئو بین بوته قشنگ و رنگ و رنگ دراز می کشید. خال لئو کتاب مورد علاقه شو می خوند، جوجو هم داستانای ماجراجویا نشد. کتاب خوندن دزدکی و مخفیانه بود چون اگه خال مانو میفهمید قشقرق به پا میکرد. روزا و شبای زندگی جوجو جو یک نباخت میگذشت. پاییز و زمستون میرفتند و بهار و تابستون میومدند. تنها دلخوشی جوجو جو خیالاتش بودند. جوجو جو رفیق و همبازی نداشت. مدرسه هم نمیرفت. خالمانو خودش بهش درس میداد. پسر مجبور بود دوستی برای خودش دست و پا کنه. دوستاش سه نفر بودند. سرملوان، دریا سالار پلوم و دوشیز فلورانتی. سرملوان سگ سیاه و مهربونی بود با چشمای طلایی براق. دریا سالار پلوم خروس مغرور و احمق جوجو بود. سینه جلو میداد و با غرور قدم بر می داشت. سنگ صبور حرفای جوجو بود. دوشیز فلورانتین هم کپک زیبایی بود. فقط از جوجو حرف شنوی داشت. عاشقش بود و همه جا دنبالش را میافتاد. جوجو از خستگی کار روزانه و درس پناه می برد به اتاق زیر شیروانی. اتاقی که کسی جز جوجو پا توش نمی زشت. کلی وسیله کهنه اونجا افتاده بود. البته چیزای با هم توش پیدا می بیشترشون متعلق به اجداد خواهرا بودن. تو خرتا خرت کلی کتاب قدیمی و گویای کریستال بود. گوی شیشه ای هم بود که داخلش کشتی زیبایی قرار داشت. تپانچه قدیمی و کهنه، دوربین و قطبنما هم بین وسیله ها بود. داستانه اسرارآمیز بعد رو به فکر دریا انداخته بود. خودش رو کاپیتان کشتی بزرگی می سه تا معاون کارکشته هم داشت. سرملوان، دریا سالار و فلورانتین. اتاق زیر شیربونی پنجره بزرگی داشت. پنجره رو به مزرعه و چمنزار باز میشد. بعد از چمنزارای وسیع حسار بزرگی دیده میشد. وسط حصار ساختمون چوبی و سیاه بزرگی بنا شده بود. ساختمون زندان خلافکارای سابقه دار بود. زندانیا با زنجیر به هم بسته می شدن. رو زمینای کشاورزی کار میکردن و غروب برمیگشتن زندان. جوجو تمام چمنزار و مزرعه را دریا میدید. اتاق زیر شیروانی هم کشتی بزرگش بود. کشتی سکانم داشت. سکان چرخ کهنه و باریک ماشین قدیمی بود. روژو نزبش کرده بود رو میز کهنه ی جلوی پنجره. کشتی چیزای دیگه هم داشت. دو تا لوله بخاری که حکم توپ جنگی رو داشتن. بادبانی که از پارچه قدیمی و فرسوده درست شده بود. کشتی جوجو پرچم هم داشت. کشتی فقط یه چیز کم داشت. بله. هر چیزی باید اسم داشته باشه. جوجو خیلی فکر کرد. آخر یاد سفرهای دریایی اولیس قهرمان داستانهای خیالی افتاد. اسم کشتی رو گذاشت. اولیس. جوجو از صدای بارون بیدار شد. هوا هنوز تاریک بود. با هر برق زمین و آسمون مثل روز روشن می شد. رد زمین و میلرزوند تو چنان هوای زیبا و خیال انگیزی خاله مانو وارد اتاق جوجو شد. از لباسش آب می چکید. جوجو که خواب جزیره ها و دزدای دریایی رو میدید وحشت کرد. خاله مانو محکم گفت بریم وقتشه. جوجو گیت شده بود. از خوشحالی فریاد زد. لحظه ای فکر کرد میخوان برن دریا لباسش رو پوشید و دنبال خاله مانو را افتاد یه راست رفتن طویله کر اسب تازه به دنیا اومده بود سیاه سیاه بود روپیشونیش پیشونیش ستاره می درخشید خاله مانو اسمشو رمو گذاشت رمو مال جوجو بود از قبل خاله مانو رو بهش داده بود جوجو از خوشحالی فریاد زد صاحب اسب شده بود روز بعد ناخدا جوجو تو فکرش مشغول فتح جزیره ای بود. ناگهان متوجه شد فلورانتین خوشگل رفت بالای دیوار و قیبش زد. جوجو نردبون و برد کنار دیوار. رفت روی نردبون و دستش رو رسوند لبه دیوار. به زحمت خودش بالا کشید. از دیدن فضای خالی پشت دیوار یکی خورد. پایین اومد و با دیوار ور رفت. دیوار عجیبی بود. جوجو کتابای زیادی درباره مخفیگاه و پناهگاه خونده بود. قدیما که دزدا برای قارت خونه ها حمله میکردن پول را تو خونش و مخفیگاه درست میکردن. مخفیگاه طوری ساخته می شد که هیچ کس متوجهش نشه. بالاخره جوجو باهوش زبانه فلزی زیر دیوار را پیدا کرد. کشیدش بالا و دیوار رو هل داد. دیوار کنار رفت و اتاقکی کوچیک نمایان شد. پایین اتاقک پلهکانی بود که به زیرزمینی تاریک میرفت. رفت. به سگ بابفاش نگاه کرد. سگ قررش کرد. میخواست خواست بگی بذار اول من برم. دوتایی با احتیاط پایین رفتن. جوجو فانوس رو جلو برد. بوی نم و خاک و جنگل با نسیمی سرد به صورتشون خورد. پایین شبیه زیرزمینی تاریک بود. کمی جلوتر یعنی انتهای زیرزمین باریکه ای از نور دیدن. جلوتر که رفتن تیکه کوچیکی از آسمون و شاخ و برگای درخت را دیدن. انبوهی از خزه درخت چسبیده بود روی شاخه ها. جوشو هیجان زده شاخه ها را کنار زد. از زیرزمین بیرون اومدن. ته باغ بودن نزدیک باغچه جایی که محل خیال بافی جوجو بود جوجو کشف بزرگ و جالبی کرده بود. دوباره از راه پله ها رفت تو اتاق زیر شیربونی. شب میل شام نداشت. از هیجان اشتهاش کور شده بود. جوجو ده ساله شده بود. خیال هم با خودش رشد کرده بودند. فکر اینکه که جوجو از کجا اومده و پدر مادرش پسره پسرک ده ساله را پریشون میکرد. خواهرها حقیقت رو بهش گفته بودن ولی جوجو فکر میکرد چیزای دیگه ای هم هست که خواهرها ازش خبر ندارند. تنها کسی که ممکن بود بیشتر بدونه دختر شهردار بود. روز یک شنبه که همه جا تعطیل بود رفت سراغ دختر شهردار. دخترک تو باغچه خونهشون بود. جوجو صداش زد. روزالیا، روزالیا روزای یک شنبه لباس رسمی قشنگ می پوشید. گوشواره های مادرشو گوشش می کرد و مثل دخترای جوان میخرامید. خرامید. از دیوار باغشون بالا رفت. روزالیا تا جوجو رو دید گفت لباستو کسیف نکنی بچه الان می افتی. جوجو مجبور شد از دیوار باغ آویزون شه. خودش رها کرد و روی چمنا فرود اومد. به روزالیا گفت روزالیا تو کلیا را دیدی؟ روزالیا حواسش جمع چیدن عرفای حرز بود. گفت کدوم کلیا؟ چی میگی؟ همونایی که منو آوردن دیگه میگن فقط تو دیدیشون. همون موقع سرکله یه پسر مباشر پیدا شد. جوون بلند قدی که روزالیا عاشقش بود. روزالیا سرخ شد. آروم و عصبی به جوجو گفت من نه چیزی دیدم نه چیزی شنیدم. زود برو کار دارم. جوجو غمگین و سرخورده برگشت خونه. وقتایی که جوجو سرخورده میشد بهترین وقت برای خیال بافی بود. دراز میکشید رو چمن و به آسمون خیره میشد. حرکت ابرا براش جالب بود. می میرفتند سمت سواحل دشمن. جوجو هم با کشتی و سربازاش همون سمت میرفتند. صدای نعره ها و تبل های جنگ رو از دور دست میشنید. بعد نوبت حمله به لشکر دشمن بود. خوشه های طلایی گندم سربازای دشمن بودند. در نظر جوجو زره و لباسایی از جنس طلا پوشیده بودند. سربازای جوجو میزدند به دل دشمن. جوجو گاهی سر به جنگل میذاشت. بیراه ها و مسیرای پرت و ناشناس و خوب یاد گرفته بود. گاهی تا نزدیک زندان جلو میرفت. دلش برای زندانیا میسوخت. غمگین برمیگشت خونه. خاله ها بارها گفته بودند جوجو حق نداره بره طرف زندان. ولی کو گوش شنوا زمستون که رسید سرما و گرگا با هم اومدن سرما وحشتناک بود شبا زوزه گرگا از جنگل و کوهستان شنیده میشد. جوجو لحاف و میپیچید دور خودش سرشو میکرد زیر لحاف و غرق هیجان میشد سرملوان هم زیر تخت جوجو دراز میکشید و قررش میکرد کپک و خروز هم با گوش تیز میخواستن ببینن چی میشه میگفتن گرگا ورد شدن تو کوه و جنگل تا تو ده هم اومده بودن تعدادی گوسفند و اسبم دریده بودن. گله خواهرم از حمله گرگا در امون نمونده بود. مردم حسابی ترسیده بودند. داوطلب شکار گرگ استخدام می کردن. هر هرچی اصرار کرد بره شکار گرگ خالمانو اجازه نداد. می گفت تا چهارده ساله نشه اجازه نمیدم بری. جوجو دوست داشت تفنگ قدیمی رو برداره، تعمیرش کنه و باهاش هدفگیری کنه. ولی همه چیز وابسته به چهارده سالگی بود. شب مردم تو میدون ده دور آتشای بزرگ نشسته بودن. سازدهنی و گیتار میزدند. مردا با لاشه گرگی بزرگ برگشتند. پوست و پشم گرگ سیاه و براغ بود. جوجو با ترس بهش دست کشید. حس کرد ماری از روی مهره پشتش رد شد. دلش برای گرگ سوخت. با خودش فکر کرد بیچاره گرسنه بوده. حق داره غذا بخوره. چند دقیقه بعد صدای شیپور از دروازه ده بلند شد. تعدادی ژاندارم سوار اسب به طرف مردم اومدن. فرماندهشون با صدای بلند گفت زود برگردی خونه یه زندانی فرار کرده. آدم خطرناکیه. مردم ترسیده بودن. آتیش خاموش کردن و برگشتن خونه آشون. همه جا رو خوب گشتن. حتی زیر تختارو. جوجو لاحاف و خوب پیچید دور خودش. لرز خفیفی تو تنش میپیچید. فکرش پراکنده بود. به گرگ، دوست، سوارا، صدای توفنگ و باد و بوران فکر میکرد. حتی سگ با و کپک و خروس هم از ترس می لرزیدن. خوابی عمیق به سراغ جوجو اومد. صبح که بیدار شد، برفی سنگین همه جا را سفید پوش کرده بود. باد شدید و سردی از کوهستان میوزید. خونه از شدت باد میلرزید. و گرستش بود. رفت و آشباز خونه. نونای برشته و کره بهش چشمک می زدن. صبحونه مفصلی خورد. بیرون خیلی سرد بود. فکر کرد از رفتن به انبار و هیز و موردن معافه. ولی خاله گفت فکرشم نکن. آدم تو زمستون تنبل میشن. اما نباید یه روزم بیکار بمونیم. جوجو لباس گرمی پوشید. سرملوان مثل همیشه همراهیش کرد. پا که از خونه بیرون گذاشتن سوز سرما مثل شلاق نشست رو تنشون. انبار چوب و هیزم کمی پایین تر از خونه بود. پا توی برفا گذاشتن و رسیدن انبار. دره رو باز کردن. داخل انبار تاریک تاریک بود. جوجو فانوس رو روشن کرد. از کنار ماشین کهنه و قدیمی خواهرا گذشتند. بعد از مرگ پدرشون ماشین روشن نکرده بودند. مرغا و خروسا میرفتند توش و کثیف کاری میکردند. سرملوان وایسادو پارس کرد. جوجو چند که هیزم از ردیف بالایی پایین آورد. همون لحظه سر و صدای سرملوان شدیدتر شد. چشم دوخته بود به ماشین و زوزه میکشید. جوجو حس کرد اوضاع عادی نیست. مشکوک و نگران به اطراف انبار نگاه کرد. چراغ و بالاتر گرفت. تو ماشین جسم گنده ای دید. نور زیاد نبود. معلوم نبود چی تو ماشینه. ژوژو رفت جلو در رو باز کنه. ولی پاهاش چسبیده بود زمین. توان حرکت نداشت. ناگهان در ماشین باز شد. مردی قد بلند اومد بیرون. عصبانی گفت صدای سگتو خفه کن و یا جوجو متوجه چیز براغی تو دست مرد شد چاقو بود معلوم بود خیلی هم تیزه جوجو نایه حرکت نداشت همون لحظه سرملوان پرید مرد و گاز بگیره ولی مرد با لگت محکمش سگ و کوبید تو دیوار حیوان بیچاره زوزه ای کشید افتاد و دیگه تکون نخورد. جوجو فریاد زد. چی کار کردی؟ دوید سمت سرملوان. مرد جلوشو گرفت. جوجو سرتی تیغه چاقو رو روی گلوش حس کرد. مرد گفت. چیزش نیست؟ سگ بیچاره با چشمای اشکالود بلند شد. انگار غرورش لگد مال شده بود. جوجو خشمگین بود گفت خیلی بیرحمی مرد یقه جوجو رو گرفت و تکون داد جوجو تو نور فانوس چهره رو دید لباس زندان تنش بود چهره خشنی داشت همون زندانی فراری بود مرد گفت گوش کن چه میگم و جهنه گردن تو میشکنم جوجو خطر رو حس کرد تیقه چاقوی مرد بد جوری برق میزد جوجو متوجه لکه خون روی پای مرد شد. لکه خون بزرگ و بزرگتر می شد. به مرد گفت شما زخمی شدین. صورت مرد فراری خیس عرق بود. رنگش هم حسابی پریده بود. جوجو وحشت زده کنار سگش بایساد. زندانی سگ و کشید و برد سمت خودش. جوجو زور زد سگ و نگه داره. مرد خولش داد. جوجو گفت کجا میبریش؟ چی کارش داری؟ زندانی سگو با تناب بست به ماشین و گفت میره چیزایی که میخوام برام میاری سگم پیشم میمونه یعنی گروگان نگهش میداری؟ زندانی خندید دندوناش مثل دندونای گرگ تیز بودن با او چی هستی؟ جوجو نگران سرملوان بود زندانی گفت بعد شانسی آوردم نباید زخمی می شدم مجبورم دو روز سب کنم تا خوب شم باید کمکم کنی جوجو تعجب کرد من چه کمکی اول برام غذا بیار بعدشم داروی زده افونی سگتم داسه روز پیشم میمونه به بقیه چی بگم نمیگن سگت کجاست زندانی شونه هاشو بالا انداخت و اونش خودت جور کن حالا ها به چاک مرد چاقوش رو زیر گلوی سگ گرفت و چشم غوره رفت جوجو فهمید مرد شوخی نداره با صدای لرزون گفت تا, تا, بعد از ظهر نمیتونم بیام با باید تیزون ببرم و درس بخونم باشه باشه بعد از ظهر منتظرتم دیر کنی سگه رو میکشم اگرم منو لو بدی خودتم خفه میکنم فهمیدی؟ جوجو سرش انداخ پایین خجالت میکشید تو چشای سگش نگاه کنه ایزوما رو برداشت تو چرخ دستی ریخت و از انبار بیرون رفت بیرون انبار مستخدم برفارو رو پاک میکرد جوجو تصمیم گرفت همه چیزو به مستخدم بگه مستخدم قوی بود و از پس زندانی بر می اومد. قدمی برداشت ولی زود پشیمون شد. دلیلش ترس نبود. حس می کرد باید به مرد زندانی کمک کنه. نمی دونست چرا ولی حس کرد کار خوبیه. جوجو کلمه ای از درس نفهمید. نگاهش به برف پشت پنجره بود. برفا جوجو رو یاد فراری میانداخت. نگران بود نکنه کسی پیداش کنه. نگران سگ عزیزشم بود. هرچند مطمئن بود فراری کوچکترین آسیبی بهش نمیزنه. خاله اتل فکر جوجو مریضه. درس که تموم شد جوجو گفت گرست نست. خاله ها حرفشو باور کردن. جوجو رفت و آشپز خونه. آشپز براش لغمه سفارشی درست کرد. همین که جوجو چشم آشپز و دور دید رفت رو چارپایه. سوسیسی بزرگ، تیکه گوشت گاو و نونی بزرگ برداشت. دو سه چیز دیگه هم پیدا کرد و همه را زیر لباسش قایم کرد. قبل از رفتن یادش افتاد باید چیز مهم دیگه هم برداره. تو قفس گشت و فلفل پاشو برداشت. دوید سمت اتاق زیر شیروانی. حالا با خیال راحت تو کشتی اولیس بود. باید از در مخفی خودشو به انبار میرسوند. همون لحظه خاله مانو اومد و گفت لباس گرم بپوش باید برفا رو پارو کنیم چه بدبختی بزرگی فقط همینو کم داشت زیرا لب گفت فکر میکردم امروز کار تعطیله خاله مانو گفت تعطیلی کشاورزا تنبل میکنه پاشو ببینم فکری به ذهن جوجو رسید صداشو ضعیف و بیحال کرد و گفت خاله حالم خوش نیست خاله مانو اخم کرد خودتو دوست نکن فکر کردی احمقم خاله اتل که حرفای مانو و جوجو رو شنیده بود اومد و گفت محال جوجا دروغ بگه مطمئنم مریضه از صبح حواسش پرد بود نمی رنگش پریده خاله لیو هم اومد تو از جوجو پشتیبانی کرد ظرف چند لحظه براش معجون مقوی درست کردن. معجون مایه بدبویی بود از ترکیب تخم مرغ خام و شیر و دارچین. جوجو دارو رو با بددلی سر کشید. بخاری رو داغ کردن. کیسه آب جوش روی پاش گذاشتن و پتو رو روش کشیدن. وادارش کردن بخوابه. خوابه. جوجو خودش رو به خواب زد. همین که خاله ها رفتن بلند شد. آروم بیرون رو نگاه کرد. همه جا ساکت بود. هر چی لازم بود برداشت. حتی فلفل پاشم فراموش نکرد. چکمه ها و پالتوی گرمش رو پوشید. تفنگ قدیمی اجداد سه خواهرم برداشت. از دیوار مخفی وارد شد. کپک وفادار بال و پری زد و روشونش نشست. جوجو پا گذاشت تو مخفیگاه تاریک. باد قطع شده بود ولی برف هنوز میبارید. از مخفیگاه بیرون اومد. پاهاش تو گل فرو می رفت. برف رو نشسته بود. در انبار رو با صدای خشکش باز کرد. داخل شد. توفنگش رو به طرف ماشین نشونه رفت و گفت اه 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 بیا بیرون دستم رو ماشه است چشمش به تاریکی عادت کرد اثری از سرملوان نبود تنابشم باز شده بود دلش هر ری ریخ پایین چشماش پر اشک شد. یعنی چی به سر سگ نازنینش اومده بود؟ فراری از بالا بهش نهیب زد؟ تو پا تو فر لازم نیست. فراری رفته بود بالای هیزوما. نزدیک سقف. سرملوانم تو بغلش نشسته بود. سرملوان زوزه کشید و از رو هیزوما پرید پایین. دوید و خودشو مالید به پاهای جوجو. ناگهان از بیرون صدای سگا بلند شد. فراری غمگین گفت الاخره دستگیرم کردن با پای لنگ و زخمی کجا برم صدای سگای پلیس نزدیک می شد گفت دنبالم بیه مرد خوشکش زده بود شوشو جلو رفت به ریش خاکستری مرد نگاهی کرد یاد شخصیت های داستانی افتاد به نظر شبیه چند نفر بود گرگ دریا، اولیس و سند باد. سر مرد داد زد. میگن دنبالم بیاین. میخواین گیر بیافتین؟ مرد پایین اومد و گفت. ای فایدست. من مخفیگاه خوبی سراغ دارم. قور نزنین دنبالم بیاین دیگه. چشمای فراری پر ناامیدی بود. جوجو مجبور شد اسلحه را بگیره سمت مرد. توفنگ برا شوخی هم ندارم را بیفت حسرت زیادی به دل جوجو نشست دوستاش خاله هاشم بودن و شجاعتشو می دیدن ها و سگاشون اومدن تو خونه فلفلایی که جوجو ریخته بود سگا رو سردرگم کرد پلیس رد پای فراری رو تا اونجا گرفته بودن هرچه خاله ها گفتن خبری از فراری نیست پلیسا قبول نکردن گفتن ممکنه زندانی دور از چشم خواهرها جای قایم شده باشه سه خواهر نگران جوجو بودند. جوجو فراج رو توی کشتی اولیس پنهان کرد و گفت اگه سر و صدا راه کسی متوجه نمیشه من باید برم تو رخت خوابم زود برمیگردم جوجو دویی تو اتاقش پالتو و شلوارش در آورد و رفت زیر تا خاله ها اومدن تو خونه جوجو خودشو به خواب زد. خاله لئو آروم نزدیک شد. دست گذاشت رو پیشونی جوجو و گفت یخ زده. جوجو تند و فرز نشست رو تخت و گفت مریض نیستم. خیلی خوبم. از تخت پرید پایین و لباساشو پوشید. خاله ها با تعجب نگاش کردند. جوجو گفت تو خونه کسی هست؟ انگار خبرایه. جوجو از جاش پرید و رفت سراغ پلیسا. پلیسا همه جا رو به هم ریخته بودن. خاله اتل به جوجو گفت: برو استراحت کن عزیزم. جوجو گفت: <applause> آدم خوبه نمیبینی؟ جوجو لبخندی به گروهبان پلیس زد. گروهبان از لبخند جوجو خوشش اومد. سر پسر رو نوازش کرد و گفت: نترسی پسر جون باشه؟ جوجو گفت من بچه نیستم از چیزی هم نمیترسم آفرین چه مرد شجایی جوجو تندی گفت میشه با بیام خب بچه نیستی ترسم به دلت را نمیدی میتونم مخالفت کنم جوجو دنبال پلیس رفت پلیسا تموم آشپزخونه رو گشتن حتی تو تنور و بطریارم هم نگاه کردن ولی چیزی پیدا نکردن آخر اینجا اتاق زیر شیروانی بود پلیسا باید از نردمون لرزون اتاق میرفتند بالا گروهبان گفت اینجا کجاست؟ جوجو حس کرد تموم ماجراهای تو کتابا جون گرفتن لحظه عجیبی بود پر از ترس و هیجان نفس عمیقی کشید و گفت بالا کشتی ماجراهای منه. دوست دارین رو ببینین؟ مطمئن بود گروهبان به خودش زحمت بالا رفتن نمیده. مرد سنگینی بود و بالا رفتن براش سخت. گروهبان کلافه به نردبون نگاه کرد. بالا رفتن ازش سخت بود ولی پیش خودش فکر کرد اگه کشتی رو نبینم تو ذوق بچه میخوره. برای همین گفت ام... البته با کمال میل میبینم جوجو یخ کرد آب دهنش رو قورت داد و گفت پس <كلا> 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 <بس> راه نماییتون میکنم جوجو فرز و چابک از پله ها بالا رفت گروهبان با ترس و لرز خودشو بالا کشید دل تو دل جوجو نبود ترسید گروهبان صدای زربان قلبش رو بشنوه گروهبان از پنجره به دشت و مزرعه نگاه کرد و گفت مم، پسر چه چشمندازی داری؟ ببینم میتونی به همون کمک کنی؟ جوجو محکم گفت مطمئن باشین اگه فراری رو ببینم خبرتون میکنم گروهبان آروم رو شونه جوجو زد و گفت مم. آفرین میدونستم پسر با هستی گروهبان همه جای اتاق رو دوباره نگاه کرد به دیوار مخفی تکیه داد و پرسید اتاق دیگه ای ندارین؟ نزدیک بود قلب شجو از دهنش بیرون بیاد آروم گفت نه همش همینه گروهبان سری تکون داد و گفت مم. خیلی خوب پس بریم شوشو نفس راحتی کشید پلیسا که رفتن جوجو یکی دو ساعت صبر کرد تا خاله ها چرت بعد از ظهرشون رو بزنن تا خاله ها خوابیدن جوجو دهنش رو چسبون به دیوار و فراری رو صدا زد خبری ازش نبود جوجو دیوار رو کنار زد مرد با پاهای جمع شده غمگین نشسته بود جوجو گفت رفتن بیاین بیرون به پاهاتون استراحت بدین چشمای فراری پر تشکر بود اومد بیرون و گفت کاپیتان تو پسر خوبی هستی عرفاتو شنیدم تو نور اتاق جوجو چهره آفتاب سوخته مرد را دید چشماش مثل دو تیله آبی برق می زدن پلک راستش مدام می پرید جوجو متوجه زخم پای فراری شد خون زیاد بود گفت ا اه, اه, اه با پاتون بد جور خون ریزی داره میدونم بگو ببینم شما نه جوجو جو مطمئن گفت نه ترسین الان همه خوابن براتون غذا آوردم تو شما غذا بخورین میرم وسیله پانسمانم میارم اگه صدای شنیدین برین تو مخفیگاه غذاها را از زیر لباسش در آورد فراری شرمنده به جوجو جو نگاه کرد جوجو جو به سرملبان گفت اگه کسی اومد سر صدا کن باشه مثل آتش از نرد بون سر خورد پایین. بی صدا دوی طرف گنجه های دارو. باند، چسب، الکل، پنس و چیزای دیگر را برداشت. دوباره دوید از نردمون رفت بالا. مرد وسایل رو گرفت و خودش دست به کار شد. جوجو جو نفس راحتی کشید چون دل دیدن خون و زخم نداشت. مرد با الکل زخمش رو شست. جوجو بلند شد و رفت کنار پنجره. مرد گفت آخ با حرف بزن اینجوری درد و کمتر حس میکنم جوجو نمیدونست چی بگه منو منی کرد و گفت اه 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 اخ خب نگران نباشین تو مسیرتون فلفل پاشیدم سگا گیت شدم مرد لبخندی زد و گفت سر واهوشی هستی از کجایت گرفتی تو کتابا خوندم مرد به کتابای قفسه اشاره کرد و گفت خیلی کتاب میخونی؟ آره با کتابا میرم سفر عاشق دریا و سفرم مرد مکسی کرد زخمش تمیز شده بود پاشو دراز کرد و گفت رو رو تیه ملوان کار نشده من عاشق دریا ولی از کشتی قشنگم دور افتادم میدونی جای من زندان نیست چشمای جوجو برق زدن از اینکه به ملوانی ماجراجو کمک کرده احساس غرور کرد هیجان زده گفت من عاشق سفرم عاشق دریا مدت هاست میخوام از خونه فرار کنم نقشه خوبی هم کشیدم بیاین با هم فرار کنیم من عصب دارم روحای جنگل و کوهستانم بلدم مرد آروم زمزمه کرد خیلی خوبه با هم میره منم برای اینکه سخت... منم برای اینجا سخته نشدم میبرم تو کشتی خودم کشتی واقعی البته نمیخوام به اولیس این کنم ولی خب کشتی راست راسته که خیلی فرق داره وقتی بادبونای کشتیم رو باز کنم شکوه و رو میبینی تن جوجو از شوق لرزید گفت جزیرم داری؟ مالا خودم که نیست ولی مردم جزیره شاهزاده صدا میکنن وقتی برگردم تاج سرم میذارن پادشاه اونجا که بشم تو را جانشین خودم میکنم وارث تموم ثروتم میشی جوجو هیجان زده گفت ب... واقعا شجا تو رویاه های دور و درازش غرق شد. که اون نگران شد. پرسید؟ می میگم چرا شما رو؟ مرد لبخند زد. <applause> خواهی بپرسی چرا زندونی شدم؟ حتما تو کتابا درباره بی ادالتی و توته علیه آدمای خوب چیزای خوندی؟ خب منم قربانی سوء تفاهم شدم میفهمی که جوجو سرش رو تکون داد به زندانی بیچاره حق میداد مهرش به دلش نشسته بود از اینکه با پادشاه جزایر دوست شده خیلی خوشحال بود جوجو دفترچه یادداشت قرمز رنگی داشت که تمام رازهاشو توش مینوشت دفترچه پر شده بود از گزارش های روزانه توش نوشته بود اوزا خوبه مسافر کشتی اولیس حالش بهتر شده. وقتایی که همه خوابن میاد بیرون و راه میره. یه روز دیگه هم نوشته بود. مسافر سفرهای زیادی رفته. از سفر به چین تا جنگل آدم خورای وحشی. خاطراتش خیلی جالبه. شبیه کتابایی که خوندم. منتظرم زودتر خوب شو و فرار کنیم. جنگل براش علامت گذاری کردم. ممکنه جدا از هم فرار کنیم. باید راه و تا گلبه پیدا کنه. باید بگم خاله همو بیشتر از هر کسی دوست دارم ولی بعضی چیزا رو نمیشه بهشون گفت. با مرد خیلی راحتم. روی نقشه جزیره هاشو مشخص کرده. مسیر دریاها هم خط کشیده. مطمئنم سفر خوبی میشه. سرملوان مدام خیره میشه به همونو گوش میکنه. از مرد مسافر خواهش کردم بذار سرملوانم هم همراهمون هم بیاد. خوشوقتانه قبول کرده. فقط یه چیز نگرانم کرده زخم پاش روز به روز بدتر میشه چک کرده و تمام شیشه الکلم تاثیر نذاشته خدا کنه کسی نفهمه الکل خونه تموم شده خوشبختانه مرد مسافر اهل خور و بف نیست اگر نه تو حالا لو رفته بودیم جوجو دو روز بعد نوشته بود اوضا خوب نیست مرد مسافر تب کرده زخمشم بدتر شده نمیدونم چیکار کنم فرداشم نوشته بود مرد مسافر چیزی نمیخوره رنگش پریده و مدام عرق میکنه مجبورم بیارمش بیرون تا رو تخت بخوابه تو خواب مدام حرف میزنه معلوم از یه چیزی میترسه فکر کنم راز مهم میداره وقتی فرار کردیم ازش میپرسم دو روز بعد زخم فراری بدتر شد همون روز فکر بکری به سر جوجو زد با تبر پای خودش رو زخمی کرد. کلی خون روی برفا ریخت. خاله ها جوژو رو بغل کردند و دلداریش دادن. جوژو از قصد زخمش رو آلوده کرد. پاش چک کرد و دکتر خودش رو رسوند. جوژو دو روز تب کرد و درد میکشید ولی بالاخره داروها هم زخم جوژو رو علاج کردند هم زخم مرد مسافر رو مرد مسافر و جوجو روزای خوبی رو با هم میگذروندن. کتاب می‌خوندند، نقشه میکشیدن و حرف میزدن. ولی نگرانی خاله ها برای جوجو بیشتر شده بود. به نظرشون جوجو سر به هوا پرخور، حواس پرت و عجیب شده بود. با خودش بلند بلند حرف میزد. دیگه جنگل و کوه نمیرفت و همش تو کشتی اولیس بود. بالاخره بهار رسید. همه جا سبز شد. اما قشنگتر از سبزی بهار سال روز تولد جوجو بود. یازده سال از پیدا شدن جوجو میگذشت. جوجو تو تولد یازده سالگیش دلشوره عجیبی داشت. برای همین رفت تو تویله و سری به رمو زد. از بنگار همه چیزو میدونست. اگر زده و بیقرار بود. جوجو و مرد مسافر ده بار نقشه فرار رو با هم مرور کردند. جوجو تا کلبه چند تا نشونه گذاشته بود. مسافر چشم بسته همراه و بلد بود. همه چیز آماده بود. فقط میمون جوجو صبح زود وسایل و برداره و بره تو کلبه. بعد منتظر مسافر میشد و با رمو و سرملوان فرار میکردن. شب ساعت نه جشن تولد جوجو بود. میز رنگین و باشکوهی چیده بودند. رأس ساعت خالمانو پیشونی جوجو رو بوسید و گفت <applause> به زندگی خوش اومدی مرد یازده ساله خاله اتل و خاله لئو هم بوسیدنش چشمای جوجو از دیدن خوردنیای روی میز گرد شد کیک چهار طبقه و با و شکوه بود چند جور شیرینی هم کنار کیک گذاشته بودن چشمای جوجو خیس شد یاد فردا افتاد حس کرد اغربیه که به جای جبران خوبی نیش میزنه. از اینکه فردا خاله هاش با خوندن نامه چقدر اشک میریزن قلبش گرفت. سر میز شام نوبت باز کردن هدیه ها بود. خاله مانو بوسیدش و گفت کشابرس خوب باید وقت شناس باشه. هدیهش ساعت موچی بود. هدیه خاله اتل کتاب قطوری بود با جلد قرمز تلاکوب. جوجو رو بوسید و گفت داستان عبرت ها موز زندگی جولیو سزاره خاله لیو هم کلی دستمال گلدوزی شده بهش داد رو همشون اسم جوجو گلدوزی شده بود جوجو خاله هاشو بغل کرد و بوسید لحظات سختی بود چند بار خواست بزنه زیر گریه ولی یاد دریا و کشتی و جزیره که افتاد خودشو نگه داشت بعد از شام خاله او پیانو زد. جوجو هم با گیتار همراهیش کرد. همه تو سکوت گوش می کردن. انگار غم مبهمی تو فضا سنگینی می کرد. هزار بار تو ذهنش گفت. خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ. ساعت یازده که شد، همه با خمیازه جوجو بلند شدن. وقت خواب بود، جوجو خاله ها رو بوسید. شب به خیر گفت و رفت تو اتاقش. ساعت و کوک کرد. ساعت موچی رو هم میزون کرد. ساعت موچی بهترین و به وقتترین هدیه ی عمرش بود. وسایل توی کول پشتی رو مرور کرد. غذاها قمقمه، قطب نما، دفتر یادداشت، خنجر، تپانچه و چیزای دیگه. همه چیز مرتب بود. حس کرد سر غمگین و عصبانیه. برای همین سرشو نوازش کرد و دلداریش داد. چند دقیقه بعد هر دو کنار هم خوابشون برد با صدای زنگ ساعت جوجو مثل گربه از جا پرید ساعت و با دلشوره زیرش انداخت و روش نشست عرق کرده بود دست روی قلبش گرفت هوا تاریک بود چراغ قرمز کوچولو رو روشن کرد نگاهش به آینه افتاد پسری وحشت زده با موهای سیخ سیخ بهش زل زده بود به اجزای صورتش دست کشید حس کرد با چیز عزیز و با ارزشی باید خداحافظی کنه. شاید با بچه تو خونه یا خاطرهاش. خوابی خوش چشمای جوجو رو سنگین می کرد ولی نه فرصت خواب بود نه وقت فکر کردن. مرد مسافر منتظر جوجو بود. ماها تو سوراخی تنگ اسیر بود. فقط چند ساعت در روز بیرون میومد تا خستگی و کوفتگی بدنش رو در کنه. جوجو نمیتونست به اون همه شوق و امید نارو بزنه. با خودش گفت محال مسافر روزای عرشه اولیس از یاد ببره. جوجو به جزیره ها و دریاهای دوردست دور دست فکر کرد. عزم بزرگی یقش و چسبید و تکونش داد. غم و اشتیاق با هم گلوی جوجو رو چسبیده بودن. نمی شد رفت، نمیشد موند. بی سده داخل هموم شد، صورتش رو شست و موهاش رو شونه کرد. کته پوست گوسفندش رو پوشید. پوتینای چرمش رو پاش کرد. پوتینا بعد جور صدا می کردن. برای همین در و, وردشون و از گردنش آویزون کرد. کیف غذاها را رو روی شونه انداخت. آروم از پله های چوبی اومد پایین. سرملوانم با احتیاط پشت سرش را افتاد. از در اصلی نمیشد خارج شد چون سر صداش زیاد بود. بهترین راه خروجی آشباز خونه بود. جوجو با دیگا و قابلمه ها و اجاق گاز آشپزخانه خداحافظی کرد. میله پشت در رو برداشت و آروم بیرون رفت. سوز سرما مثل شلاق رو صورتش نشست. شبنم یخزده رو درخت و برف کف حیات لرز به تنش انداخت. چند قدم پایین تر نشست و چکمه هاشو پوشید. سرما رو کف جورابای خیس و یخزدش حس کرد. از حیات گذشتن و رسیدن استبل. جوجو در رو با احتیاط باز کرد. چشمای رمو برق می زدن. جوجو سرش بوسید و در گوشش کلی حرف قشنگ زد. رو روی پشتش گذاشت. لحاف و کوله بارم بار رمو کرد و سوار شد. سرملوان مثل آکروبات بازای ای پرید رو آخر. بعدم مثل فنر جست و پرید رو زین اسب. خودشو تو بغل جوجو جا داد. ژوژو با عشق و محبت بغلش کرد و گفت <applause> چقدر خوب گنده نیسی. <applause> سرملوان دومش مثل شلاق به زین میکوبید ژوژو آروم به پهلوی رمو زد حیوان باهوش آروم راه افتاد تا بیرون مزرعه یورت می رفتن به اول جنگل که رسیدن اسب وایساد انگار میخواست فرصت خداحافظی آخر رو از جوجو نگیره. جوجو به شبه سیاه خونه نگاه کرد. همون لحظه صدای فریاد جغدی رو از دل جنگل شنید. گوشای رموتیز شدن. سرملوان اطراف رو نگاه کرد. جوجو با ترس و هوره به تاریکی اسرارآمیز جنگل خیره شد. درختای های سر به فلک کشیده مثل حیوله های قول پیکر به جوجو زل زده بودند. نباید وقت طرف کنه. جوجو به اسب هی زد و داخل جنگل شد. باد سردی به صورتش میخورد. بینی شخص زده بود. یقه کتشو بالا کشید. سرملوان خودشو به سینه ی جوجو چسبوند. یخهای زیر سوم رمو میشکستن و قرچ قرچ صدا میدادن. اسب با سرعت بیشتری پیش میرفت. کمی که جلو رفتن آسمون روشن شد. از دور شبه کلبه پیدا بود. کمی بعد به کلبه رسیدن. جوجو از اسب پیاده شد. کلبه ترسناک و مرموز بود. دربارش قصه ها و افسانه های زیادی سر زبونا بود. میگفتن ارواح و اشباح به اونجا رفت آمد دارند. جوجو میدونست کل به مال جد خاله ها بوده. سالیان پیش جد بزرگ میره شکار. شب برفی سردی از کلبه بیرون میزنه توفنگش رو با خودش نیاورده بوده گرگ بزرگی باهاش درگیر میشه و جونش رو میگیره بعد از ماجرای گرگ و مرگ جد خواهرا کلبه و مسیرش متروک موندن. دیگه کسی دل و دماغ رفتن به اونجا رو نداشت. جوجو نگاهی به محیط وحشی و کهنه اطراف کلبه انداخت. کمی ترس تو وجودش چنگ انداخت. با موهای سیخ شده و قلب پر صدا به کلبه نزدیک شد. انگار اسبم از چیزی واهمه داشت. تنها صدای اطراف صدای رود خروشان بود. جوجو میدونه صدای رود از همون نزدیکا میاد خورشید طلوع کرد جوجو به ساعتش نگاه کرد نزدیک پنج صبح بود خوشحال شد چون زودتر از ساعت قرار رسیده بود سرملوان به جوجو نزدیک شد خودشو چسبون به پاهاش جوجو احساس دلگرمی بیشتری کرد گفت نه سرملوان ملوان شجا هرچه درباره کلبه و اروا میگن دروغه ناگهان چیز سیاهی از شکاف بالای کلبه پرید طرفشون جوجو با صدای ضعیفی گفت نه درسی سرملوان زیرک فهمید پای پسرک از ترس به زمین چسبیده جوجو نفسشو بیرون داد و گفت خوافاش بود جوجو در کلبه رو باز کرد صدای در خشک و ترسناک بود. کلبه بوی نا داد. جوجو با اسب و سرملوان داخل رفت. تاریکی قلیزی بود. صدای پای موشا از همه جای کلبه شنیده میشد. میدویدن و سر صدا میکردند. چشم جوجو به فانوسی کهنه افتاد. دوروبر فانوس پر تار انکبوت بود. جوجو فانوس رو پاک کرد. خوشبختانه پر نفت بود. کبریت کشید و کلبه روشندتر شد. جوجو تخت خوابی کهنه با لحاف جویده شده و بخاری رو گوشه کل بدید. پنجره های کل از تو پوشونده بودن. جوجو احساس خستگی کرد. رمو رو بس به پایه ی تخت. لحاف رو, رو روی زمین پهن کرد و پیچون دور خودش. سر ملوانم به عادت همیشه سرش رو گذاشت رو پاهای صاحبش. جوجو نمیخواست بخوابه فقط باید کمی استراحت میکرد. تو فضای نور و سایه کلبه همه چیز وهمالود به چشم می اومد. یاد حرف خالمانه افتاد. اون گفته بود اشباه وجود ندارند. دلش قرص شد. نفهمید چطور خواب پلکاشو سنگین کرد و خوابش برد. سرملوانم با خیال راحت به خوابی عمیق فرو رفت. جوجو با حسی عجیب از خواب پرید. عرقی سر تنش و خیز کرده بود. وحشت زده به ساعتش نگاه کرد. هفت صبح بود. خیلی دیر شده بود. مرد مسافر کجا بود؟ چرا بیدارش نکرده بود؟ جوجو پنجره رو باز کرد. خاک زیادی بلند شد. هوا روشن روشن بود. خورشید تو آسمون می درخشید. وای نه، نمیخواست باور کنه مرد مسافر قالش گذاشته. اگه دستگیرش کرده بودن چی؟ ولی نه صدای سگا رو شنیده بود نه شلیک توفنگو با غصه به چشمای سرملوان نگاه کرد زودی تیله از جیبش در رو ورد و تو مشتش گرفت به سرملوان گفت اگه دست خالی رو نشون دادی یعنی قالمون گذاشته رفته ولی اگه دست پر رو نشون دادی یا دستگیر شده یا تو خونست مشت های بستش رو به سرملوان نشون داد سگ با وفا با پوزش دست خالی رو نشون داد. بغز گلوی جوجو رو گرفت. حس کرد قلبش سنگینی میکنه. نمیخواست باور کنه نمی مسافر سوار کشتی با عظمتش شده و بدون جوجو میره سمت جزیره هاش. فکر کرد شاید بشه بهش رسید. باید از رودخونه عبور میکرد ولی پل خیلی دور بود مگه اینکه خودش شنا کرد و از رود رد میشد به نظرش جریان آب خیلی هم قوی نبود. به قول مرد مسافر غیر ممکن وجود نداشت. جوجو تصمیمش رو گرفت. چراغ خاموش کرد و با دوستای وفادارش اومد بیرون. کمی بعد رسیدن لب رودخونه. خونه. رود خروشان پیش میرفت و کف کرده بود. پیش خدمت درست می گفت. اوایل بهار رودخونه مثل دیوی خطرناک میشد و همه چی با خودش می برد. جلو رفت. سرملوانم پا به پاش میرفت. رفت. رو سنگ های پوشیده از خزه های لیز و خیز موندن. اگه پاشون ذره می کارشون تموم بود. با وحشت به انواج قولاسا نگاه کرد. چند لحظه فکر کرد. بعد با صدای بلند گفت یا حالا یا هیچ وقت. لرز تو وجودش پیچید برگشت سر رمو رو تو بغلش گرفت یالهاش را نوازش کرد و چند بار بوسیدش. زود به خودش مسلط شد و زمزمه کرد. نه 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 نباید برای شما اتفاق بیفته. نوبت ودا با سرملوان بود. دیگه نمیشد جلوی عشق و گرفت. سرملوان عزیزترین دوست جوجو بود. از هر کی میشد جدا شد ولی از سگ دلسوز نه. سرملوان با نگرانی به جوجو نگاه کرد. میدونست قرار اتفاق بدی بیفته. زوزه یه سر ناامیدی کشید. انگار جوجو جو رو به تلخترین شکل ممکن سرزنش می کرد. جو جو دور میشد، ولی زوزه ها قطع نمی شدن. پر بودن از گلایه. جوجو گوش هاشو گرفت تا چیزی نشنوه. رفت لب رودخونه. با صدای بلند به رمو و سرملوان گفت من میگردم، ولی اول باید حق مسافر نامرد و کف دستش بذارم همون لحظه سرملوان دوهید و رسید به جوجو. ناگهان جوجو خودش را انداخت و آغوش امواج خروشان. سگ با وفا با تمام وجود زوزه میکشید. فریاد میزد و بیقراری می کرد. زوزه های سگ بیچاره به گوش مرد فراری رسید. سگ راهشو راهش را بگیره و بره. ولی زوزه های درمانده و دلتنگ سرملوان سر جا خشکش کرد. با سگ و صداهاش آشنا بود. میدونست مشکل بزرگی پیش اومده. کولش رو ول کرد و دویید سمت رود. وقتی رسید جوجو رو دید که میرفت زیر آب و بالا می اومد. ناله های درخواست کمک سگ و منظره غرق شدن جوجو آشفتش کرد. جای تردید نبود. سر تناب کلوفتی رو بست به درخت. سر دیگرم بست به دور کمرش. چوب بلندی را از رو زمین برداشت و پرید تو رودخونه. به سختی به پسر نزدیک شد. جریان آب قوی و ترسناک بود. سر چوب و به طرف جوجو پرتاب کرد. جوجو سر چوب و گرفت. مرد مسافر تمام زورش رو زد و جوجو رو به طرف خودش کشید. بالاخره جوجو رو تا ساحل کشوند و از آب بیرون آورد. هر دو به پشت روی سنگای خزه داده راز کشیدند. جوجو جو بیهوش بود. رنگش مثل گچ سفید شده بود. مرد مسافر به جوجو جو نگاه کرد. تو روشنایی صبح قبا اندوه تو چهره سال خوردش موج میزد. از جاش بلند شد و گفت کاپیتان باید برم امیدوارم قبل از اینکه از سرم خشکشی نجاتت بدن مرد کولش رو برداشت و راه افتاد. سرملوان با زوزه ها و سر و صدای ملتمسانه قدم های مرد و سست می کرد. مرد مسافر چند لحظه مکس کرد. برگشت طرف جوجو. کنارش زانو زد و نگاهش کرد. لبهای کبود و موهای خیس پسرک دلش رو سوزند. کمی فکر کرد و گفت خب پیره مرد. معتل نکن. مرد جوجو رو بغل کرد و راه افتاد سمت پل. مسافر زحماتش رو به خاطر جوجو هدر میداد. سرملوان از سمت دیگه ی رود پا به پای مرد می اومد و پارس می کرد. جوجو که چشاشو باز کرد آخرین روزهای بهار بود انگار باز شدن پلکای پسر عجیب ترین کار دنیا بود. خواهرها از خوشحالی زدن زیر گریه، همدیگر رو بغل کردن و خدا رو شکر کردن. پیش خدمت و هم گریهشون گرفته بود. جوجو با چشمای بیحال و صدایی ضعیف گفت تو اتاق ولوله را افتاد. هر کس از طرفی رفت دنبال غذا. چند دقیقه بعد اتاق پر شد از انواع خوراکی. همون لحظه دکتر برای چندمین بار اومد دیدن مریضش. دوباره تمام بدنش وارسی کرد. بعد سری به نشانه رضایت تکون داد و گفت خیلی خوبه. بهش سوپ و آش بدین. کمی بعد آفتاب داغ دلچسبی رو تخت جوجو بلو شد. سرملوان از خوشحالی خورخور خور می کرد. مثل همیشه سر روی پاهای صاحبش گذاشته بود. جوجو با دست پاچگی گفت رمو کجاست؟ خاله ها خیالش راحت کردن. رمو تو طویله بود. جوجو دوباره چشماش رو هم گذاشت و خوابش برد. دو روز بعد جوجو یاد چیز مهم می افتاد. از خاله ها پرسید چطور سر از اینجا در آوردن خاله ها ساکت شدند. خاله لئو سرش با شرمندگی انداخت پایین. خاله مانو گفت زندونی شجاع آوردت خونه. برات نامه ای گذاشته. تنها میذاریم تا با خیال راحت بخونیش. خاله مانو پاکت رو به جوجو داد و گفت اگه دوباره اینجایی دلیل شجاعت زندونی شریفه. برای نجات تو آزادیشو فدا کرد. خاله ها از اتاق بیرون رفتند. جوجو پاکت رو باز کرد. مرد مسافر نوشته بود. کاپیتان عزیز، اگه کنار رودخونه ولت می کردم، ممکن بود از سرما بمیری. شایدم گرگا می خوردند. می اگه برت گردونم، کیر میافتم. افتن. باید از نقشه ها و آرزوام چشمی پوشیدم ولی آزادی خودم در مقابل جون تو چه ارزشی داشت با خودم گفتم جای کاپیتان دلسوز و شجا پشت سکان اولیسه چای منم تو زندان جای جای عزیز متاسفم به دروغ گفتم من نه و جوی بزرگیم نه قربانی بیادالتی فقط دروغگوی بیچاره هستم که مرتکب دزدی شده و حتی یه نصف جزیره هم نمیشناسم به عمرم دریارم ندیدم <applause> ولی عاشق باشم. کاپیتان عزیز باور کن بهترین روزای عمرم و با تو گذروندم ازت میخوام مراقب خالهات باشی چون به جز تو کسی رو ندارم مطمئنم تو آینده ای نه چندان دور دریا رو میبینی اون روز از دوست به چاره زندانیت یاد کن دست تو سمیمانه می فشارم. جوجو مات و مبهوت موند شب از خاله تل پرسید خوارش به کجا کشید خاله تل گفت وقتی تو را آورد اینجا مامورا دستگیرش کردن انتقالش دادن به زندانی دور نامه رو از اونجا برات نوشت. جوجو به فکر فرو رفت. یک هفته بعد جوجو از رخت خوابش بیرون اومد. از خوابیدن خسته شده بود. میدونست از درس و کار جا مونده. گفت لباساشو براش بیارن. نگاهش به خاله ها افتاد. به نظرش پیرتر شده بودن. یاد نامه مرد مسافر افتاد. مرد مسافر درست گفته بود. خاله ها خیلی به جوجو احتیاج داشتند. جوجو با خودش عهد بست، بچسبه به کار و درس و هیچ وقتم خونه رو ترک نکنه. پسر به قولش عمل کرد، درس خوند و کشاورز بزرگی شد. جوجو کشتی اولیس و دریا رو فراموش کرد، اما داستان عجیب و جالب زندگیشو نه. با خودش فکر کرد اگه می دونست فراری کیه و چی کار کرده، امکان نداشت پناهش بده و همراهش بشه. فهمید هیچ وقت نباید به خاطر رویایی که نمی شناسه از خونه بره. جوجو تنها پسری بود که توی یه روز بزرگ شده بود.